سلام چهارشنبه 16 آذر 90 هفته دسامبر 2011 میلادی در مورد 14 موضوع امروز صحبت می موضوع اول اینکه دیروز حکومت جمهوری اسلامی از ترس تجمع مردم و پیشنهاد ساده ای که بچه ها در اینترنت و فیسبوک ها کرده بودند که شام غریبان شم روشن بکنند حسابی فضای تهران رو امنیتی کرده بود و یک بار دیگه استیصال و ترس خودش رو نشون داد. نکته دوم این که به مناسبت 19 آذر روز جهانی حقوق بشر کمپینی برای آزادی نسرین ستوده این وکیل مدافع آزادی بیان شروع به کار کرده که غیر از ویدئویی که تهیه شده دو نامه هم تهیه شده خطاب به مقامات ایران و وزرای خارجه 25 کشور که کسانی که میخوان امضا بکنند نکته سوم که مجید دوری از فعالین جنبش دانشجوی کشور به مناسبت 16 آذر نامه‌ای رو منتشر کرده که فراز و فرودهای متعددی رو درش آورده از جمله گفته من از دانشگاه اخراج شدم او از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شده اما دلم جز برای سربلندی دانشگاه و دانشجو نمی تپد. دانشگاه هنوز زنده است و دانشجو همچنان پیشرو دانشجو روزت مبارک نکته چهارم این که حسین کروبی فرزند آقای کروبی از ملاقات نیم ساعته ای که با آقای مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز داشتن گزارشی داده و گفته که پدر وزش بهتر بود به ظاهرا به آپارتمان بهتری منتقل شده روزنامه های اطلاعات و جامعه جمع رو دو هفته است که دریافت میکنه و امکان هواخوری پیدا کرده حال حسین کروبی در انتهای نامش آورده که خوشحالم پدرم نام خود رو به ننگ نفروخت و نامش در کنار بزرگانی مثل مدرس و آیت الله منتظری میمانه و نه مثل امثال شیخ محمد یزدی که برای قدرت و تصرف بیت المال مجیز حاکمان شده نکته پنجم اینکه ماموران امنیتی برای چهارمین سال پی در پی مانع از برگزاری مراسم برای محمد مختاری و قربانیان قتل‌های زنجیری شدند. همسر مختاری در مصاحبه‌ای که کرده توضیح داده که حتی از تجمع بر سر قبر این شهید کانون نویسندگان ایران و شهید آزادی قلم جلوگیری می‌کنند. چند ساله که به طور طبیعی مردم در سالگرد قتل های بر سر قبر مختاری یا پوینده یا دیگران میرن حتی فاتحی بخونن اما ماموران امنیتی حضور دارند و از یک فاتح خانی و یادآوری نام این بزرگان هم میترسن نکته ششم اینکه کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از اجماع اعضای اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت ایران خبر داده او که در حاشیه اجلاس دوها صحبت میکرد از کم و کیف این ماجرا و چگونگی حل شدن مشکل کشورهای مثل یونان یا اسپانیا یا پرتغال دیگه صحبتی نکرده آقای رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم گفته ما نگران های اتحادیه اروپا نیستیم اتحادیه اروپا به تنهایی مجموعاً 18 درصد نفت صادراتی ایران رو وارد میکنه اه همینطور اه مسئله گن استرالیا نخست وزیرش اعلام کرده که به تحریم های جدید علیه ایران میپیونده نخست وزیر استرالیا گفته که تحریم های صنعت نفت نظام بانکی و افراد و اشخاص و شخصیت های حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه های ای و نظامی ایران رو مشمول تحریم قرار میده نکته هفتم این که اعلام شد که شست هزار تن از ست هزار تن چای مصرفی کشور به صورت قاچاق وارد کشور میشه سی و پنج هزار تن هم به صورت واردات رسمی میاد و تنها 5 هزار تن از چای مصرفی کشور در داخل تولید میشه که اون هم به دلیل واردات ارزان قیمت و دهها مشکل دیگه چایکاران در آستانه نابودی قرار گرفته نکته هشتم اینکه مهدی طائب از اماریون برادر آقای حسین طائب اعلام کرده که گروه انحرافی مشایی در واقع همه کاره اونها هستش و اسفندیار رح... رحیم مشایی هم قصدش براندازی ان... بر نظام جمهوری اسلامی است نکته نهم اینکه مدارس فرانسوی، انگلیسی و آلمانی در تهران با صدها دانش آموز تعطیل شدن به دلیل عدم امنیت و حمله ای که به سفارت بریتانیا شده و بخشی از این مدارس در داخل باغ قلحک قرار داشته و صدها دانش آموز و معلم خارجی این مدارس خانه نشین شدند جمعی از معلمان و خانواده هاشون هم ایران رو ترک کردند نکته دهم اینکه روزنامه هارتس اسرائیل خبر داده از اینکه بین جمهوری اسلامی و سران حماس اختلاف شده بر سر سوریه و رویترز هم خبر داده از اینکه بسیاری از رهبران حماس سوریه رو ترک کردند و به غزه رفتن جمهوری اسلامی تهدید کرده حماس رو که اگر این مسیر رو ادامه بده بودجه و پولش رو قطع خواهد کرد نکته 11 که روزنامه دیلی تلگراف خبر داده از اینکه سپاه نیروهای خودش رو در وضعیت جنگی قرار داده و آماده باشه نیروهای تحت امر سپاه برای مقابله با حمله نظامی و یا عملیات سری خارجی است نکته دوازدهم اینکه در روسیه بعد از انتخابات رسوایی که برگزار شده تظاهرات شکل گرفته روز گذشته تظاهراتی بین 10 تا 15 هزار نفر در مسکو بوده و نیروهای ویژه وزارت کشور بیش از 4 هزار نفر رو به پلیس مسکو اضافه کرده دستگاه سرکوب و به حداقل اقل 250 نفر در مسکو و 100 نفر هم در سنت پترزبورگ دستگیر شدن پاره مفسرین معتقدند که نه الان به این زودی ولی روسیه آبستن حوادثی مثل حوادث کشورهای عربی و خاورمیانه است نکته سیزدهم اینکه این که در سوریه جنایت جدیدی افشا شده سی و نفر از مخالفین که مدتی قبل رو بوده و ناپدید شده بودند جنازه هاشون در یکی از کوچه های هومس پیدا شده خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا هم اعلام کرده که با سران مخالفین دیدار خواهد کرد یک ناو هواپیمابر روسی هم به ساحل سوریه آمده که این عمل به دیپلماسی ناوها معروف شده برای اینکه امریکایی ها هم ناوی رو به حوالی سوریه فرستاده بودند و رجانیوز البته نوشته بود که روسیه برای پشتیبانی از بشار اسد وارد فاز نظامی شده امری که به نظر بعید میرسه که درگیری نظامی باشه اما به هر صورت روس ها با این کار خودشون نهایت پشتیبانیشون از دولت بعثی سوریه رو میخوان نشون بدن موضوعی که به نظر میرسه در کوتاه مدت جلوی حرکت های شورای امنیت و جامعه جهانی رو به نفع مردم سوریه داره میگیره ولی مطمئنا در دراز مدت بازنده آن روسا خواهد بود اما بحث چهاردهم و بحث آخر ما مسئله دو جزوه است که شهروند یار منتشر کرده در خصوص بازجویی یکی تحت عنوان راه های مقابله به بازجویی و دیگری تحت عنوان ترفندهای بازجویی من اما چون وارد محتوای این جزوه ها میخوام بشم قبل از اون یک توضیح رو هم فکر میکنم لازمه دادن و اون اینکه این برنامه های گفتار روزانه در واقع سه معمولیت برای خودش قرار داده یک معمولیت خبر رسانی و اطلاع رسانی با توجه به اینکه دشمن استبداد چرخش آزاد اخباره هرکس به سهم خودش تا اونجا که میتونه اخبار رو اگر منتقل بکنه در فضای استبداد خلل ایجاد میکنه بنابراین یک بخش کار ما دادن سعی میکنم خبر خدمتون برسونم و اطلاعات برسونم از اتفاقاتی که میفته یک بخش تحلیل های کوتاهی است که به حول هوش حوادث به خصوص حوادث داخلی و بینالمللی المللی مرتبط با ایران و مبارزات مردم رو بتونیم کمی حلاجی کرده باشیم و بخش سوم انتقال تجربیات و دستاوردهای مبارزات مدنی در سایر نقاط دنیا آموزش های لازم در زمینه های مختلف و عرصه های گوناگون در این بخش سوم طبیعی است که من به تنهایی امکان این رو ندارم و خوشبختانه حداقل چهار منبع رو من به شما میتونم معرفی بکنم که کارهای خیلی خوبی در زمینه آموزشی کردن یکی سایت تواناست که آموزش ها و کلاس های متعددی رو طراحی کرده که بعدا هم باز به اون خواهم پرداخت یکی سایت بیخشونت دات کامه که مطالب بسیار خوبی در اون گذاشته یکی همین سایت شهروند یاره که این جزوره از اون میخوام نقل بکنم و یکی هم سایت مرکز بین‌المللی مبارزات بی خوشند ICNC که ترجمه بسیاری از مطالبش رو به فارسی اونجا گذاشته که به تعدید سعی میکنم از این خوراکال آموزشی برای شما نقل بکنم اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با وفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی